مخلص همه دوستان عزیز، اومدیم با یه پدیده جدید و جالب در صنعت سوخاری. میگه چی؟ اونم کوبیده سوخاری. یاران مهربان سلام، کوبیده سوخاری داریم با یه دورچین جذاب، پیاز و گل کلم سوخاری، یه دیس وسوسه برانگیز. اگر موافقید بریم ببینیم که چی از کار در اومده. رنگ و رخش که حسابی داره دلبری میکنه. آوالا این از اون سوخاری صدا داراست. نگاش کن نگاش کن، این از کوبیدهش، مینی کوبیدهست البته. به 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 به، اینم داخل کوبیده. بریم برای تستش. اینم پیاز سوخاری. بسم الله. صدای دلنگیز. سس کچاپ فقط تندش بود. این غذایی که کوچیک و بزرگ عاشقشم. ببینیم این چی در اومده. کاملا وسطش مغز پخت شده. کلم سوخاری. چه خوب شده. عزیزان، با این موادی که ما اینا رو سوخاری کردیم، شما هر چیزی رو که دوست داشته باشید میتونید سوخاری بکنید. برای سبزیجاتی که بافت سخت‌تر دارن کافیه یه بخار پس کنید یا یه بار تو آب بجوشونید که یه خود نرم‌تر بشه. باقی پروسه پختنش رو توی اون مراحل سرخ کردن عمل میاره. یه دونم کلم ببینم چیه. خیلی عالیه مهمون، بخو حالش رو ببر. دوستان خاطرتون باشه فقط سوخاری ها رو با ما تجربه کنید. الان در اسرع وقت برید کوبیده سوخاری درست کنید، برید به کوچیک و بزرگ بخوره حالش رو ببره. تا ما هم سوالاتمون رو میزنیم بر بدن، برید رسپیش رو ببینید. خدایش عالی عالی. و جای تک تک شما عزیزان همینجا کنار ما خالیه خالیه. خب دوستان، آماده اید بریم واسه درست کردن این سوخاری خوشمزه و جذاب؟ بریم. برای شروع گوشت کباب کوبیدمون رو آماده می‌کنیم. 400 گرم گوشت چرخ کرده داریم به همراه 2 تا پیاز متوسط رنده شده که خوب آبش رو گرفتیم. بهش کمی نمک اضافه می‌کنیم، یه مقدار فلفل سیاه و کمی زعفرون ساییده شده هم می‌ریزیم. همه رو با هم دیگه خوب ورز میدیم تا حالت چسبندگی پیدا کنه. دقت کنید پیاز رو با دنده ریز رنده کنید و کاملا آبش رو بگیرید که گوشت روی سیخ بمونه و وانره. گوشتمون رو یه ساعتی میذاریم داخل یخچال تا خودش رو بگیره و تو این فاصله میریم که مایه خمیریمون رو آماده کنیم. تخم مرغامون رو که به دمای محیط رسیده دونه دونه میشکنیم داخل یه ظرف گود. و ادویه هامون رو که شامل پودر سیر و پیاز، پاپریکا، ادویه گوجه تنوری، فلفل و کمی نمک بهش اضافه میکنیم. اینم از بیکینگ پودر که یه قاشق مرباخوری سرخالی میریزیم داخل تخم مرغمون که بافتش پوک بشه و حسابی همه رو با هم میزنیم تا کاملا یک دست بشه. حالا شیر رو که به دمای محیط رسیده به تخم مرغ اضافه میکنیم. نصف استکان شیر کافیه. یه لیوانم آرد داریم که کم کم میریزیم و هم میزنیم تا جایی که یه غلظتی مثل ماست همزده پیدا کنه. غلظتش در این حد که باشه عالیه. ببینید؟ میذاریمش کنار تا بریم سر وقت سیخ گرفتن گوشتمون. اندازه کوبیده هامون تقریبا 15 سانت باشه خوبه. یه چونه از گوش بر می‌داریم و دست به کار می‌شیم.
و به همین شکل همش رو سیخ میزنیم و اینم سینیش که آماده است بره سر منقل. دوستان توجه داشته باشید که کبابمون رو کاملا نمیپزیم. همین که خودش رو گرفت و یکم رنگ گوش تغییر کنه کافیه. به این صورت. و حالا وقتشه که از سیخ بکشیمشون بیرون که یکم از اون داغی و حرارت بیفتن و به دمای محیط برسن. زمانی که خنک شد وقتشه که با مواد سوخاری پوششش بدیم. مینی کوبیده هامون رو اول به مایه خمیری آغشته میکنیم که سطح روش حالت چسبندگی پیدا کنه. فقط این که توجه کنید چون مایه خمیری نمک داره به گوشت کوبیده نمک کمتری میزنیم که شور نشه. و در آخر با پودر نارنجی و دونه درشت پانکو کاملا پوششش میدیم. اگر پودر پانکو نداشتید از هر پودر سوخاری دیگه‌ای با هر برندی که دوست داشتید میتونید استفاده کنید. اما دونه درشت باشه که بعد سرخ شدن صداش دلبری کنه. به همین شکل و به همین راحتی همه رو آماده میکنیم و میذاریم کنار. ببینید کاملا پوششش دادیم. اینم از گل کلم که با آب جوش و کمی نمک چند دقیقه جوشوندیم و آبکش کردیم. همین که خنک شد اول به مایه خمیری آغشتش میکنیم. و حالا با پودر سوخاری پانکو کاملا پوششش میدیم جوری که همه جاش کاور بشه. به همین شیکی و قشنگی بقیهش هم آماده میکنیم. چند تا حلقه پیاز هم داریم که ترجیح هم پیاز گوشتی باشه بهتره. قطر برشش هم بستگی به سلیقه خودتون داره. دورش رو با مواد خمیریمون کاور میکنیم که حالت چسبندگی پیدا کنه و بعدم با پودر سوخاری مرحله آخر رو انجام میدیم. پودر رو با دست روش کمی فشار میدیم که قشنگ به سطح روش بچسبه. به این صورت. اینم از پیاز سوخاری خوشگلم. به همین شکلی همشون رو آماده کردیم و یه ساعتی تو دمای محیط بهش استراحت میدیم که پودر سوخاری به سطح روی کار بچسبه که حین سرخ شدن ازش جدا نشه. خب بریم سر گاز. داخل یه تابه کاملا داغ روغن میریزیم و همین که به دمای مناسب رسید کوبیده های سوخاریمون رو میچینیم کنار هم و با شعله متوسط رو به بالا جوری که همزمان با سرخ شدن مغز پخت هم بشه دو طرفش رو برشته و طلایی میکنیم. توی یه قابلمه گود و داغ روغن می‌ریزیم تا به دمای مناسب برسه و پیاز و گل کلم‌ها رو توش سرخ می‌کنیم. فقط اندازه روغن به حدی باشه که توش شناور باشن. گل کلم که نیم پز شده و باقی پروسه پختش رو تو روغن طی می‌کنه. پیازم حین برشته شدن می‌پزه. اینجا رو ببینید چه رنگی. از روغن جمعشون می‌کنیم و میره رو دستمال حوله‌ای تا روغن اضافه‌اش گرفته بشه و باقی رو به همین شکل سرخ می‌کنیم. خب اینا رو هم برمیگردونیم تا اون طرفش سرخ بشه و بعد از اینکه آماده شد میرن روی دستمال حوله‌ای تا روغن اضافه‌شون گرفته بشه و کمی هم از اون حرارت اولیه بیفته. فقط رو هم نمیچینیمشون و الا خمیری میشن. و همین شیکی کوبیده سوخاری ما آماده است. بپزید و نوش جان کنید و لذت ببرید و با لایک های قشنگ و کامنت های پرمهرتون مثل همیشه از ما حمایت کنید. بیاموزیم فقط زیبایی های زندگی ارزش دیدن دارد و با خود تکرار کنیم یادمان باشد هر آن ممکن است شبی فرا رسد و آنچنان آرام گیریم که دیدار صبحی دیگر برای من ممکن نگردد. پس هرگز به امید فردا محبت های من را ذخیره نکنیم و با این عهد به خود جسارت دهیم که به عزیزترین های من ساده بگوییم که چقدر دوستشان داریم و از بودنشان لذت میبریم.